الان هم ببینید من یادم زمان که صحبت میکنم سر ماده 121 بود 122 بود چی بود که تعداد 15 نفر از نماینده مجلس اگر یه حالت خاص پیش اومد میتونن درخواست کنن که اون شفاف نباشه یه رأی گیری خب بعد باور کنید این گذاشته شد که نماینده بگن یه روزی خواستی شفاف نباشه این هست که <تصفح> بهانه ای نداشته نه باشن نه, نه, نه ترسید انقدر کما اینکه به طریق اولا ما اینو داریم ما متاسفانه تو قانون اساسی داریم که اگه 10 نفر از نماینده ها تقاضا کنن غیر علنی میشه خب خب 15 نفر طبعا سخت‌تر بعد این 15 نفر باید اسامیشون مشخص بشه برای همین 15 نفر هم که این اتفاق افتاده بازم باید رأی‌گیری بشه خب الان تنها راه تنها راه اینه این که عرض می‌کنم خدمتتون راه دیگه نیست به قول گفت گشتم نبود نگرد نیست خب من عمرم سر شفافیت گذاشتم 5 سال 6 سال شهر به شهر دانشگاه بر به چرخم صحبت بکنم راجع به شفافیت و ضرورتش و اهمیتش که تبدیل بشه به یه مطالبه فراجناهی همه بیان وسط خب و افراد دیگه هم کمک کردن مجموعه دیگه هم بودن اما خب مصروف حتما یکی از ها بوده در این شکی نیستش خدمت شما عرض بکنم تنها راه اینه که روز رایگیری همین تر ما نماینده ای رو شفاف میدونیم که به همین تر شفاف رای بده یعنی چی نه اینکه رای بده عکس بگیره بفرست از مانیتورش نه چون مستحضرید اون قابلیت چیز داره اسلام تغییر داره, تعقید داره. داره. نخیر. یک دقیقه 45 ثانیه یک دقیقه فیلم میفرستی از لحظه که رئیس مجلس داره شما رو به مانیتور خودت که اینجوری گرفتی دوربینو گوشی تو همه عملا هم یک دو تا گوشی دارن نمانی که دو تا گوشی رو دارن یکی برای ملت <سؤ clarify> یکی برای یکی برای امت یکی برای مسئولین الا جدا خدمت شما سمید. با همین مانیتور که داری میگیری بعد رئیس مجلس هم صداش داره میاد توی ادریس رئیس مجلس یا حالا نایب نفر داره صحبت میکنه عزیزی اونجا وقت داره صحبت میکنه میگه خب آقا پایان رای گیری. تو از قبلش اینو زدی نشون داری میدی پایان رای گیری بعد یه قشنگ اعلام وصول میشه آقا تموم شد اینقدر موافق اینقدر مخالف اینقدر ممتنه اینو این کلیپ اگر مردم این کار رو نکردن یعنی شفاف نیستن شما میدونید و نواهنتون.